حکایت از آدم و حوا شروع شد. کسانی که به شیطان گوش دادند نه به خداوند. نافرمانی آنها باعث شد که رابطه کامل انسان و خدا از بین برود. آنها اولین انسان بودند که با گناهانشان مرگ را پدید آوردند. آنها سعی کردند با برگ‌های درخت شرمساری خود را پنهان کنند، اما خداوند از پنهانکاری آنها خوشنود نبود. خداوند در عوض آنها را با پوست حیوان پوشانید. خداوند اولین حیوان را قربانی کرد تا شرمساری انسان را بپوشاند. آدم و حوا دارای دو فرزند بودند، هابیل و قابیل. قابیل از مزرعه خود خوراک بابی که حاصل گرفته بود به خدا تقدیم کرد، در حالی که هابیل حیوان را تقدیم کرد به خداوند. خداوند قربانی هابیل را قبول کرد، نه از قابیل را، زیرا مزد گناه مرگ است، پس بهای آن با خون پرداخت شود. حسادت قابیل باعث شد که برادر خود را بکشد و بشر را به تاریکی سوق دهد. صدها سال بعد شرارت بشر آنقدر زیاد شد که خداوند فرمود هیچ کس لیاقت زنده ماندن را ندارد، هیچ کی جز نوح و خانوادهش. خداوند نوح را به ساختن کشتی بزرگ فراخواند و در ضمن پیام او را هم اعلام کند. داوری خدا در راه است. فقط یک راه فرار وجود دارد. آنها گفته های نوح را به تمسخر گرفتند تا اینکه باران از آسمان شروع به باریدن کرد و آب از اعماق زمین بالا آمد، در حالی که مردم آماده نبودند. طوفان همه انسان ها حیوانات را هلاک کرد و این طور بشر به خاطر گناهانشان محکوم شد. فقط نوح و خانوادهش و حیواناتی که خداوند به کشتی آورد نجات یافتند. ابراهیم آمد، یعنی پدر ایمان. خداوند به او گفت فرزندت را ببر بر روی کوه و آن را برای من قربانی کن. ابراهیم از این امر خداوند ناراحت بود، اما او از این امر اطاعت کرد. او ایمان خود را با عمل ثابت کرد، فرزندش را به کوه موریا برد. به محض اینکه ابراهیم می‌خواست فرزندش را قربانی کند، خدا مانع شد. در عوض خداوند حیوان را مهیا کرد که جایگزین فرزند ابراهیم شود. حیوان را آماده نبود، جایگزین نمود و فرزندش را خرید. خون در بدل خون، زندگی در بدل زندگی. 400 سال بعد خداوند موسی را فرستاد تا مردم اسرائیل را به بیرون از مصر رهنمایی کند. فرعون پادشاه مصر با این کار مخالف بود، پس خداوند با 10 بلای آسمانی او را تنبیه کرد. آخرین بلایی که خداوند فرستاد فرشته مرگ بود که نخست‌زاده پسر هر خانه را بکشد، مگر کسانی که به قربانی امر شده بودند و خون قربانی را بر روی خانه هایشان بپاشند. اگر فرشته مرگ خون را ببیند می فهمد که فرزند این خانه باز خرید شده است. یهودیان یا مصریان، غلام و یا آزاد، اگر از امر خداوند اطاعت کنند فرزندشان نجات می‌یابد، اگر نه. آن شب نبوت موسی به وقوع پیوست. گریه و ناله همه خانه های را فرا گرفت که رحمت خداوند را رد کردند. بعدتر موسی تورات را به مردم رساند که در آن خداوند قواعد را برای بخشش گناه تعیین کرد. گناهکار باید قربانی را نزد کاهن ببرد، دست خود را بالای سر حیوان بگذارد، به این مفهوم که گناه وی به حیوان منتقل می شد. حیوان قربانی می شد، خون ریخته می شد تا گناه شخص پوشانیده شود. حضرت داوود و پیامبران دیگر از تورات اطاعت می کردند، اما به این فکر بودن آیا واقعاً خون حیوان گناه انسان را می پوشاند و یا اینکه این نشانه است که به آینده اشاره می کند. داوود نبوت می کند که پادشاه نجات دهنده می آید. از نسل داوود کسی خواهد آمد که با اقتدار فرمان روایی خواهد کرد. شخص خوش قلب و شکست نفس خواهد بود. نجات دهنده بی گناه، معصوم، پاک و کامل خواهد بود. او درد و رنج خواهد دید و شایسته قربانی خواهد بود.
او بهترین قربانی خواهد بود. مسیح در آخور به دنیا آمد، زیرا هیچ کی اتاق برای او نداد. مسیح از یک دختر باکره به دنیا آمد، از نسل داوود پادشاه، اما فقیر به دنیا آمد. چوپانهای فقیر و حکیمان، ثروتمندان مشرق زمین به احترام این طفل آمدند، شهادت دادند که این همان نجات دهنده است که خداوند وعده داده بود. مسیح صلح، محبت، صداقت و فروتنی را تبلیغ می‌کرد. او یک نجار فروتن اما یک فیلسوف عالی بود. او منافق‌های مذهبی را عصبانی ساخته بود، کسایی که به اعمال مذهبی توجه داشتند نه به محبت خدا. او در بین فقیران، خطاکاران، فروتنان محبوب بود. او کر، کور، فلج، جنزده ها را شفا می داد. او حتی مرده را زنده کرد. مردی بود که خانه نداشت اما معلم فوق‌العاده بود. مردی بود که عاشقان خدا را به زندگی کامل دعوت می کرد. مسیح حتی خداوند را پدر صدا کرد و به انسان فهمان که خداوند شما را دوست دارد مثل پدر. خداوند میخواست رابطه او با بشر مثل پدر و فرزند باشد، اما یک مشکل وجود داشت. انسان گناهکار بود و خداوند قدوس. گناه به وسیله آدم آمد، باعث شد که انسان از خداوند دور شود. نجات دهنده میدانست که برای برگشت انسان به سوی خداوند چه کاری را انجام دهد. حضرت یحیی درباره مسیح نبوت می کند: نگاه کنید، آن از برای خداوند که گناه بشر را بر می دارد. مسیح آن نجات دهنده و قربانی کامل است که برای بشر انتخاب شد. مسیح هیچ وقت مرتکب گناه نشد. او پاک، بی‌عیب، کامل و شایسته این بود که کفاره گناه بشر را بدهد. بی گناه بهای گناه گناهکاران را می دهد. پاک در مقابل ناپاک مبادله می شود. اون طبق اراده پدر این کار را انجام داد تا بهای گناه بشر را پرداخت کند، تا بشر را از بردگی گناه آزاد کند، تا بازگرداند چیزی را که آدم از دست داده بود، رابطه کامل با خداوند را. مسیح روح صلیب مرد، این کار را طبق اراده پدر انجام داد. خداوند مسیح را قربانی نمود، همانطور که انبیا نبوت کرده بود. مسیح از خداوند اطاعت می کند، یعنی همان بره خداوند که کفاره گناه بشر را پرداخت می کند. گناه من، گناه تو. اما او اونجا متوقف نشد. 3 روز بعد خداوند مسیح را از دنیای مردگان برخواستاند، همانطور که وعده داده بود به کسهایی که به او ایمان دارد. ثابت شود که آنها هم برخواسته خواهند شد تا حیات جاودان داشته باشند. بعد از آن مسیح و شاگردهای خود وعده داد که بر می گردد، اما آن زمان مثل یک قاضی و پادشاه عادل. مسیح توفه خداوند برای بشر است تا در گناه نمیرند و از خدا دور نشند. با پذیرفتن قربانی مسیح، انسان میتواند رابطه کامل خود را با خداوند دوباره دریابد. این توفه زمان از شما میشود که قبول کنید.